سرخط خبرها. تأکید دولت ایران بر مراقبت خود مردم از سلامتشان. شهروندان اما از سختی تهیه ماسک میگویند. یا مثلا توانایی تهیه ماسک ندارن. اکثر اونم که با اتوبوس و مترو رفت و آمد میکنن خب آدمای به کارمند کارگری هستند. بازبینی مقررات قرنطینه در کشورهای اروپایی. وزیران حمل و نقل درباره کاهش محدودیت رفت و آمد تصمیم میگیرند. رونق بازار بورس تهران. دولت میگوید نشانه اعتماد مردم به بازار سرمایه است. کارشناسان میگوید شاید حباب باشد. و بعد از تعلیق لیگ فوتبال فرانسه، همسایه ها میخواهند مسابقات را ادامه دهند. سلام و عصر بخیر. با گذشت بیش از دو هفته از کاهش محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا در ایران، رئیس جمهوری میگوید مردم همچنان در خانه بمانند و تنها برای کار ضروری خارج شوند. این در حالی است که دولت از اعمال قرنطینه خودداری کرده و با بازگشایی کسب و کارها بسیاری از شهروندان مجبورند با استفاده از وسایل نقلیه عمومی در محل کار حاضر شوند و این نگرانی‌ها را از شیوع گسترده این ویروس بیشتر کرده. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 1000 مبتلای دیگر شناسایی شدند و 80 نفر هم جانشان را از دست دادند. باران عباسی و جزئیات بیشتر. تصویر تلویزیون ایران از صبح امروز تهران. ترافیک سنگین، اتوبوس‌ها و قطارها شلوغ. مدتی است که بیشتر کسب و کارها بازگشایی شدند و کارمندان چاره‌ای جز حضور در محل کار ندارند. دولت اما می‌گوید مردم خودشان فاصله اجتماعی را رعایت کنند. برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید. در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خارج منزل بمانید و بعد برگردید به منزل. سخنانی مغایر با سیاست دولت در خودداری از اعمال قرنطینه در شرایطی که آمار کرونا همچنان رو به افزایش است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 1073 مبتلای دیگر به کرونا شناسایی شده و 80 نفر هم جان باختند. به این ترتیب شماره کل مبتلایان به حدود 94000 نفر رسیده و حدود 6000 نفر هم جان خود را از دست دادند. این در حالی است که شماری از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس میگویند آمار واقعی بسیار بیشتر از ارقام وزارت بهداشت است. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم گفته دست کم 60 شهرستان از جمله همه مراکز استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند. یعنی از فاصله گذاری اجتماعی. رئیس جمهوری اما میگوید دولتش در کنترل کرونا موفق بوده و حتی کشورهای دیگر به دنبال الگوبرداری از ایرانند. همه تشکر میکردن از اینکه ایران یک کار بسیار منسجم قویی برای مقابله با این ویروس انجام داده. حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از رهبران کشورها بودن که از من سوال میکردن که شما چجوری از فاصله اجتماعی به فاصله هوشمند آمدید. حسن روحانی همچنین از فراوانی امکانات مقابله با کرونا در کشور گفت. مردم آرامش دارن که اگر نیاز داشته باشن به مواد ضروری غذاییشون در فروشگاه‌هاشون موجوده. اگر نیاز داشته باشن به وسایل بهداشتی در فروشگاه‌هاشون موجوده. اگر مردم نیاز داشته باشن به تخت بیمارستانی خدای ناکرده موجوده. یکی از این امکانات ماسک صورت است. به شهروندان تهران هشدار داده شده اگر ماسک نداشته باشند نمی توانند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. بعضی از مخاطبان بی بی سی اما از سختی تهیه ماسک صورت گفتند. یا مثلا توانایی تهیه ماسک ندارن. اکثر اونم که با اتوبوس و مترو رفت و آمد میکنن خب آدمای یا کارمند کارگری هستند. از نظر مالی در حد نیست که بخوام ماسک دونه 40000 تومان، حالا 35-25 هم میفروشن تهیه بکنه.
یا دستکش اصلا نیست. من یه دونه از راننده‌های اسنپ هستم، والا ماسکی که بخوای درست حسابی از کرونا پیشگیری کنه نیست. دولت هم صبح تا غروب میاد میگه همه جا ماسک است و برین داروخونه، والا ما هر جا داروخونه میریم هر مغازه میریم ماسک نداره، از این پارچه‌های دستسازن و یا بی‌کیفیتن و یا اصلا نمیشه استفاده کرد. حضور پرشمار مردم در مکان‌های عمومی تنها محدود به تهران نیست. در شهر شیراز هم اثری از روش‌های معمول دنیا در مقابله با کرونا دیده نمی‌شود. تصاویری که نگرانی‌ها از بازگشت شدیدتر این ویروس را بیشتر می‌کند. باران عباسی، بی بی سی. در حالی که آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان از 3 میلیون نفر گذشته، کشورها درباره قرنطینه یا لغو تدریجی آن تصمیم‌های تازه می‌گیرند. از جمله دولت لهستان که امروز برنامه‌اش را برای کاهش مرحله به مرحله محدودیت‌ها از هفته آینده اعلام کرد. وزرای حمل و نقل کشورهای اروپایی هم امروز قرار است مقررات منع رفت و آمد را بازبینی کنند. در همین حال یونان برای پذیرش توریست در تابستان آماده می شود. علی حمدانی از تحولات مربوط به کرونا در بعضی از کشورها گزارش می داد. 1 میلیون مبتلا، 1/3 کل مبتلایان جهان در ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده. کشوری با 328 میلیون نفر جمعیت. این معاون رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از یک بیمارستان. این روزها رسانه‌های منتقد دونالد ترامپ منتظرند تا از او آتو بگیرند. از معاونش گرفتند که چرا بدون ماسک در میان کادر پزشکی و در بیمارستان ظاهر شده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که انتقادها از او درباره مدیریت بحران کرونا بالا گرفته میگوید که اقتصاد متزلزل این کشور را به سرعت ترمیم می‌کند. مغازه‌های بسته، منظره آشنا در بسیاری از نقاط آمریکا. کشوری که در بعضی از ایالت‌ها مقررات منع تردد را اندکی کاسته تا اقتصادش جان بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی شمار آزمایش‌ها به 5 میلیون در روز خواهد رسید. رقمی که متخصصان میگویند لازم است تا اقتصاد این کشور به طور کامل بازگشایی شود. اینجا لندن است. قرار است از امروز آزمایش‌ها بیشتر شود و در قدم نخست همه کادر درمانی، شهروندان بالای 65 سال و افرادی که مجبورند برای حضور در محل کار خود از خانه بیرون بروند، اگر علائم بیماری را بروز دهند، آزمایش شوند. قدمی بزرگ شاید برای بازگشایی مرحله به مرحله اقتصاد بریتانیا. بریتانیا هنوز نامطمئن از توصیه به شهروندان برای استفاده از ماسک. با این همه زمزمه های اجباری شدن پوشاندن صورت برای حضور در اجتماعی که هنوز معلوم نیست کی بازگشایی می شود، شنیده می شود. بوریس جانسون نخست وزیر که به تازگی به سر کار بازگشته، امروز اعلام کرد که فرزند تازه‌اش متولد شده. شاید خبری خوش در میان هجوم خبرهای ناگوار. اینجا پاریس، بدون هیاهو، بدون مردم، بدون گردشگرانی که پرسه میزنند، بدون کافه‌های مشهورش که صندلی‌ها را تا میانه پیاده‌روها می‌چیدند. شاید امیدوارتر از همه روزهای گذشته. در پارلمان فرانسه نمایندگان با فاصله نشستند تا حرفای نخست وزیر را بشنوند. کشور بعد از حدود 6 هفته مقررات بسیار سختگیرانه به سوی گشایش پیش می‌رود. 11 ماه میلادی مه قرار است روز خوبی باشد. فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای غیر ضروری و بازارها بار دیگر از روز 11 مه باز خواهند شد. اما میکده‌ها و رستوران‌ها همچنان تعطیل می‌مانند. نخست وزیر فرانسه گفته که فروشگاه‌ها می‌توانند از مشتریان خود بخواهند ماسک بزنند و باید از حفظ فاصله 1 متری میان آنها اطمینان حاصل کنند. مدارس هم مرحله به مرحله باز می‌شوند. 23 هزار نفر در فرانسه جان باختند. سواحل آفتابی اسپانیا، نخستین مناطقی از این کشور که بازگشایی می‌شوند. نه به روی گردشگران، برای شهروندانش. کشوری که 24 هزار قربانی داده. در سایر شهرها همچنان مقررات تردد ادامه خواهد داشت، اما به شهروندان اجازه خروج از خانه برای هواخوری داده خواهد شد. ماه رمضان در خاورمیانه، امارات متحده عربی قوانین منع تردد را اندکی آسان کرده. شاید چون ماه رمضان در این کشور در گرمای بهارش به خودی خود همه جا را نیمه تعطیل می‌کرد. حالا بسیاری از پاساژها و فروشگاه‌ها با حداقل ظرفیت باز شدند. رستوران‌ها هنوز تعطیلند و خبری از گردشگر نیست. اما مقررات آمده شد که برای ساکنان دبی مطلقاً ممنوع بود، حالا آسان شده.
در ترکیه همچنان سختگیری ها ادامه دارد. در استانبول خبری از جشن های رنگارنگ ماه رمضان نیست. مقررات منع آمد و شد در هوای بهاری ادامه دارد. شهروندان در آخر هفته حتی برای خرید مایحتاج ضروری زندگی حق خروج از خانه را ندارند. و اینجا خاستگاه ویروس کرونا جدید، ووهان در چین. میگویند در 13 روز گذشته هیچ موردی از مرگ ثبت نکرده با وجود بازگشایی. شمار مبتلایان و مرگ و میر در چین هم بسیار کم شده. آمار دولتی قربانیان ویروس کرونا در چین با جمعیت 1,300,000,000 تنها 4,600 نفر است. رقمی که بسیاری به دیده تردید به آن می‌نگرند. علی همدانی، بی بی سی. وزارت صحت افغانستان میگوید با شناسایی 110 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد مبتلایان به حدود 1900 نفر رسیده. آمار رسمی جانباختگان هم با ثبت 2 مورد جدید به 61 نفر رسیده. به دلیل قرنطینه و تعطیلی کار و کسب، دولت توزیع نان به نیازمندان را آغاز کرده و برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در زندان‌ها دست به کار شده. نتیجه آزمایش کرونا نزدیک به 40 زندانی و 40 نفر از کارکنان زندان‌ها مثبت اعلام شده. فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌ها از کابل با ماست. آقای بایانی، برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در زندان‌ها چه کار کردید؟ برام خداوند و با تقدیم سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم. اداره تنظیم امور زندان‌ها برنامه‌های مشخص و پلان‌های پیشگیرانه از قبل داشت و این برنامه‌ها شامل چند کاتگوری است که در بخش کاتگوری اول بخش تراکم کاهش تراکم زندانی ها است، بخش دوم تدابیر وقایوی و بخش سوم تدابیر معالجوی است. در بخش نخست شما حتما در جریان هستین که دو فرمان اختصاصی، یک فرمان اختصاصی شماره یک جلالت ماب رئیس صاحب جمهور صادر شد حدود بیشتر از یک ماه قبل یا کمتر از او، و فرمان دوم هم حدود 3 روز قبل دقیقا 8 ثور صادر شد به منظور عفو و تخفیف کسایی که زندانی هستند. به اساس این فرامین شما شاید در جریان باشین از طریق نشر گزارشات که به اساس فرمان اختصاصی شماره یک مقام عالی رئیس جمهوری حدود 6318 تن تا کنون از بند رها شده و یا مورد مجازاتشان مورد تخفیف قرار گرفته، و به اساس فرمان اختصاصی دوم که به مناسبت 8 ثور صادر شد حدود 830 زندانی از مزایای از این فرمان مستفید شدند. خب از این تعداد می‌خواستم بپرسم، این تعدادی که آزاد کردید آزادی‌های طالبان رو هم دارید جز اینها حساب می‌کنید یا چی؟ به خاطر معلومات مردم باید بگویم که رهایی زندانیان طالب به اساس یک فرمان کاملا جداگانه تنظیم شده که اداره تنظیم امور زندان ها در او پروسه نقش بسیار برازنده ندارد، صرف به عنوان یک عضو در اونجا حضور داره و رهبری از او پروسه از طرف شورای امنیت افغانستان به پیش برده میشه. در مورد گسترش ویروس، حالا که تعدادی رو آزاد کردید، حالا چقدر نگرانی دارید؟ به هر حال زندان ها محدود هستند، تعداد زندانی ها هنوز همچنان خیلی زیاد. دقیقاً به همین خاطر برنامه های پیشگیرانه از قبل روی دست بود، چون حدس و گمان بر این بود که قسمی که همه جهان از گسترش یا نصاب زندانیا نتونستن در زندان ها جلوگیری بکنن، ممکن در افغانستان هم با این مشکل مواجه شویم. به می اساس اداره تنظیم امور زندان ها برنامه های از قبل خود طرح ریزی کرده بود و برنامه را قبلا یک مورد شبرتان گفتم، برنامه تدابیر وقایوی
شامل تشخیص نیازمندی ها بود و که صورت گرفت قبل بله. برای که مورد مثبتی ما در زندان داشته باشیم. یک سوال خیلی کوتاه میخواستم از خدمتون بکنم. اونهایی که گفتن حدود 40 نفر از زندانی ها مبتلا به بیماری کووید 19 هستند، با این 40 نفر زندانی و 40 نفر کارکنان زندان ها چه کردید؟ اینها کجا هستن الان؟ خب میخوایم آمار تازه تر خدمتان ارائه کنم. حدود 46 زندانی از آمار دیروز بود، اما آمار امروز روند آزمایشی ما که جریان داره تا اکنون نتایج ابتدایی 38 تن پرسنل خود زندان ها و 40 تن از زندانیا که توسط امو تست سریع انجام شده مثبت بوده و این افراد شامل زندانیا از محبس اوناسیه ما هستند، یعنی محبس زنانه و از بخش محبس خاص مواد مخدر و همچنان محبس مرکزی هستند. تمام از این افراد در حالت تجرید هستند در محلاتی که از قبل اداره تنظیم عمر زندان ها در نظر گرفته بود و در حالت قرنطینه به سر میبرند. خیلی ممنون آقای بایانی. فرهاد بایانی سخنگوی اداره تنظیم امور زندان ها از کابل با ما بود. متشکرم از شما. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دولت ایران گفته که مردم خودشان مراقب سلامتشان باشند، اما بعضی از شهروندان از سختی تهیه ماسک گلایه دارند. وزیران حمل و نقل کشورهای اروپایی امروز درباره کاهش محدودیت‌های رفت و آمد گفتگو می‌کنند. در ادامه این برنامه، تعطیلی لیگ فرانسه و ادامه مسابقات فوتبال همسایه‌ها. شاخص بازار بورس تهران به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که این نشانه اعتماد مردم به دولت و بازار سرمایه است، اما بعضی از کارشناسان هشدار دادند که ممکن است حباب باشد و به زودی بترکد. دیروز رهبر ایران با درخواست آقای روحانی برای به قول او آزادسازی سهام عدالت موافقت کرد. این سهام که واگذاری آن در زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد، در واقع نوعی یارانه دولتی است که به حدود 50 میلیون نفر تعلق گرفته. با موافقت آیت الله خامنه ای آنها می توانند این سهام را در بازار بورس به فروش برسانند. از آرش حسن نیا روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدم چرا در ایران برخلاف بقیه دنیا بازار بورس در حال رشد است. در واقع تحلیل بازار سرمایه ایران، بورس تهران، با تحلیل‌های معمول و استانداردی که در بازارهای سرمایه مشابه در دیگر کشورهای جهان شاهدش هستیم قابل تحلیل و ابراز نظر درباره اون نمیتونیم باشیم. اتفاقی که از سال گذشته در بورس ایران اتفاق افتاده، هجوم و روانه شدن سیل نقدینگی به این بازار هست و جذابیت این بازار برای سرمایه گذاران و سرمایه داران خرد که در واقع بازارهای موازی رو دیگه بازارهای جذابی برای جذب نقدینگی نمی بینند و از اونجایی که ما در اقتصاد ایران تورمی در بالای 30% رو شاهد هستیم، رشد نقدینگی حدود 28% رو تجربه می کنیم و دیگر بازارها مثل بازار طلا و ارز و سکه بازارهای قفل شده ای هستند از جمله بازار مسکن، این هجوم به بازار سرمایه ایران باعث چنین رشدها و چنین رکوردشکنی هایی شده که اصولا ارتباطی با عملکرد بنگاه ها و شرکت های حاضر در بورس نداره. اتفاقی که در دیگر بورس های جهانی میفته این هست که بالا و پایین شدن قیمت سهام حاصل عملکرد شرکت ها و البته اخبار اقتصادی سیاسی پیرامونی است که در ایران این اتفاق نمیفته. خب حالا با این وضع، این بازار، وضع بازار بورس چقدر این بالا رفتن ها حبابه؟ چقدر احتمالش هست که بترکه، سقوط کنه؟ خب در بازاری مثل بازار سرمایه ایران قاعدتا شماری از شرکت ها میتونن دچار حباب قیمتی باشند، اما
این مشمول تمام شرکت ها نخواهد شد و اصولا باید هر شرکتی رو یا هر بنگاهی رو که در بورس حاضر هست جداگونه تحلیل و تفسیر کرد. اما وضعیت کلان بورس به عنوان پیگیری در واقع شاخص سهام یا وضعیت عمومی بازار این نگرانی رو برای صاحب نظران و تحلیلگران ایجاد میکنه که چنین وضعیتی نمیتونه مداوم و طولانی ادامه پیدا بکنه که فقط شاخص رو به بالا بره و ما شاهد رکوردشکنی باشیم. به هر حال این وضعیت یعنی حرکت نقدینگی و حرکت سرمایه ها به بازار سرمایه یک جایی متوقف میشه، این بازار تعدیل خواهد شد و اون روز روزی است که میتونه برای سهامدارانی که بی‌محابا بدون مطالعه و بدون نگرش کافی به ارزش ذاتی سهم ها وارد این بازار شدن زیان بکنن، زیان ببینن. اصرار دولتی ها به حضور مردم در بورس و فشاری که روی بورس میاد برای واگذاری سهام و کسب درآمد از محل فروش سهام‌های دولتی این نگرانی رو ایجاد کرده که چنین اتفاقی رو که شما هم ازش یاد می‌کنید در آینده نزدیک موجب زیان‌هایی بشه که قبل از این ما در حوزه مؤسسه‌های اعتباری و اعتباری بدون مجوز شاهد بودیم. تفاوتش اینه که اونجا دولت دست کم در ماه‌های آخر یا سال‌های آخر توصیه می‌کرد که مردم پول‌هاشون رو اونجا سرمایه‌گذاری نکنن، اما اینجا مردم رو دعوت می‌کنه و اگر این روند روند معکوسی بشه در واقع دولت هم مسئولیت خودش رو خواهد داشت. آرش حسن‌نیا بود، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. در ادامه چند خبر دیگر. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید رهبر ایران دستور داده جزایر خلیج فارس مسکونی شوند. علیرضا تنگسیری گفته با فرمان آیت الله علی خامنه ای قرار است زیرساخت‌های لازم فراهم شود و مردم در این جزیره ها زندگی کنند. او گفته که این اقدام برای تامین امنیت منطقه است. دریادار تنگسیری مشخص نکرده که کدام یک از جزایر خلیج فارس قرار است که مسکونی شود. شیوع ویروس کرونا میتواند نیمی از جمعیت کار جهان یعنی حدود 1.5 میلیارد نفر را بیکار کند. سازمان بین‌المللی کار گفته احتمال بیکاری افرادی که در استخدام رسمی نیستند بیشتر است. این سازمان هشدار داده که این افراد و خانواده‌ها اگر منبع درآمدی نداشته باشند امکان ادامه معاش را نخواهند داشت. در افغانستان حمله انتحاری در چهارآسیاب در جنوب کابل دست کم 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشته. وزارت داخله گفته که مهاجم انتحاری قبل از ورود به قرارگاه نیروهای امنیتی مواد انفجاری خود را در میان غیر نظامیان منفجر کرد. همه قربانیان غیر نظامی بودند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. امروز قرار است یک سیاره کوچک از فاصله 6 میلیون کیلومتری کنار زمین عبور کند. این فاصله تقریباً 16 برابر فاصله زمین تا ماه است. دانشمندان میگویند خطری را متوجه زمین نخواهد کرد. بعد از انتشار تصاویری از این سیاره کوچک، بعضی به شوخی آن را جسم ماسکدار نامیدند. زنی که قرار بود با جمال خاشقجی استفاده کند از لیگ برتر فوتبال بریتانیا خواسته جلوی واگذاری باشگاه نیوکاسل یونایتد به صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی را بگیرد. این صندوق می‌خواهد 80% سهام باشگاه بریتانیایی را بخرد. آقای خاشقجی از منتقدان حکومت عربستان بود که 1.5 سال پیش در کنسولگری این کشور در استانبول به دست ماموران سعودی به قتل رسید. گفته می شود که ولیعهد عربستان دستور قتل را داده بود، اما خود او این را تکذیب می کند. از بین 5 لیگ بزرگ فوتبال جهان، فرانسه اولین کشوری است که گفته مسابقه های این فصل را نیمه تمام رها خواهد کرد. فدراسیون فوتبال فرانسه هنوز درباره سرنوشت قهرمانی، سهمیه و سقوط تیم‌ها به دسته‌های پایین‌تر لیگ‌های حرفه‌ای خود تصمیم نگرفته. اما به نظر می‌رسد باشگاه‌های این کشور چاره‌ای جز تعطیلی تا فصل آینده ندارند. هرچند در بقیه لیگ‌های بزرگ اروپا اولویت همچنان به پایان رساندن مسابقه‌های این فصل است، اگر حتی بازی‌ها پشت درهای بسته انجام شود. پوریا جعفری و جزئیات بیشتر.
آخرین باری که در پاریس یک مسابقه فوتبال برگزار شد این اتفاق افتاد. تماشاگرهایی که به استادیوم راه نداشتند در خیابان‌ها جمع شدند. حالا دولت فرانسه وارد عمل شده و برای جلوگیری از شیوع کرونا همه برنامه‌های پرجمعیت این کشور تا پایان تابستان را تعطیل کرده. برای اینکه برنامه ریزی رویدادهای پرجمعیت راحت تر شود، ما همه برنامه‌هایی که در آن بالای 5000 نفر حضور دارند را تا ماه سپتامبر لغو می‌کنیم. به این ترتیب مسابقات ورزشی فصل 2019-2020 به خصوص لیگ فوتبال دسته اول کشور تعطیل می‌شود. تصمیمی که در پارلمان فرانسه با تشویق روبرو شد، ولی دست فدراسیون را برای تکمیل بازی‌های امسال عملاً بست. با خط حمله به ارزش 500 میلیون دلار و 12 امتیاز اختلاف در رتبه اول جدول، پاریس سن ژرمن بازنده بزرگ نیمه کار ماندن این فصل فوتبال فرانسه است، حتی اگر فدراسیون آنها را قهرمان اعلام کند. اما شاید برای مالک پولدار قطری پاریس سن ژرمن هنوز این فصل به پایان نرسیده. با توجه به اینکه پاریس سن ژرمن به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیده، ناصر الخلیفه مالک قطری باشگاه امروز صبح به یک رادیوی محلی در فرانسه گفته در عین حال که به تصمیم دولت احترام می‌گذارد، تیمش آماده است تا در دور بعدی لیگ قهرمانان به میدان برود، حتی اگر مسابقه در کشور دیگری و پشت درهای بسته انجام شود. به نظر میرسد پاریسی‌ها دارند روی بازگشت کشورهای دیگر به مسابقات فوتبال حساب می‌کنند، به خصوص آلمان که بهتر از بقیه کشورهای اروپای مرکزی در کنترل بیماری همه‌گیر کووید 19 موفق بوده است. در حالی که اکثر باشگاه آلمان در این لحظه مشغول تمرین هستند و قرار هم شده مسابقه ها تا چند هفته دیگر از سر گرفته شوند، هنوز سوال‌های زیادی هست که پاسخ داده نشده. برنامه ریزی کردن یا طرحی رو ارائه کردن که میگن حدود 20,000 تست کرونا میخوان از بازیکنها بگیرن و خب سوال اینجاست که اگر یک بازیکن تستش مثبت شد چی میشه؟ آیا این کل تیم و کل کادر فنی باید در واقع قرنطینه بشن یا نه؟ این زمین تمرین آرسنال در شمال لندن از جمله تیم‌های لیگ برتر انگلیس که از چند روز پیش تمرینات را از سر گرفتند. برخلاف فرانسه، اینجا همچنان همه به دنبال راه حلی هستند تا هر طور که شده مسابقات این فصل را به پایان برسانند. همه می‌دانند شرایط عادی نیست و تصمیم‌هایی که امروز گرفته می‌شوند ممکن است فردا ضمانت اجرا شدن نداشته باشند، اما برای عاشق فوتبال فرقی ندارد که رویایش چقدر از او دور و دورتر شود. تا وقتی علاقه هست نمی‌شود امید را از او بگیری. پوریا جعفری، بی بی سی. نسخه کامل گزارش پوریا جعفری را در برنامه 60 دقیقه امروز خواهید دید. میرسیم به پایان این بخش خبری. تا چند دقیقه دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود. ممنون از همراهی شما.